از تحلیل‌های سرنوشت ساز تا سودهای زندگی ساز و سودهای 100%ها تا هزاران درصدی در حساب‌های بازنشستگی، بازارهای مستغلات، طلا و نقره، کریپتوکارنسی و سودهای 7000% در بازار سهام. همگی با گروه سود و سرمایه و مجموعه‌های تحقیقاتی جدید ما با احتمال سودهای مشابه قبلی با دکتر خشایار شجاعتی، رامین وکیلی و دیگر کارشناسان. 310-881-8080 profitcapitalgroup.com. شنوندگان عزیز سمینارهای سود و سرمایه، در اینجا و قبل از هر چیز و پیشاپیش به خاطر اینکه در بخش دوم این سمینار و در بعضی از پرسش‌ها یه مقدار صدا اکو شده، خواستم که پوزش بخوام و این به خاطر مسئله فنی بود که در کلاب هاوس ایجاد شد و در اینجا توجه شما رو جلب می‌کنم به این سمینار و موضوعات مختلف و مهم در زمینه‌های اقتصادی و مالی که مطرح شده. با تشکر از همگی شما. خب با سلام خدمت شرکت کنندگان عزیز در سمینارهای سود و سرمایه، رامین هستم و تشکر میکنم از شرکت در این برنامه و همچنین دوستانی که این برنامه را از هر طریق دیگری میشنوند. ساعت دقیقا تقریبا 7:05 است و ما طبق معمول همون سر ساعت 7:05 شروع میکنیم. دیگر بقیه دوستانم که بعدا به ما خواهند پیوست. همینجوری که دوستان میدونید این پنجمین سمینار گروه سود و سرمایه است که در امسال به صورت تقدیم میشه خدمتتون و در همینجا جا داره که تشکر کنم از تمام فیدبک ها و پیام های بسیار بسیار مثبت و خوبی که از طریق های مختلف به ما ارسال برای ما ارسال داشتید و همینطور پرسش های بسیار مهمی که در زمینهای مختلف مالی مطرح کردید که سعی میکنیم در برنامه امشب به صورت به صورت طبقه بندی شده همه را جواب بدیم. فقط قبل از اینکه بخوام صحبت‌ها رو با دکتر شجاعتی شروع کنم، لازم می‌دونم که یک اشاره کوتاهی داشته باشم به آخرین تحولاتی که در بازار مستغلات تجاری و مسکونی و همینطور بازار بهره که در این زمینه هم سوالات بسیاری از ما شده خدمتتون بگم. اوضاع احوال چی است؟ یک گزارش کوتاهی داشته باشم. اولا در سمینار قبلی که در مربوط به اصلاح به ریال استیت و بازار مستغلات بود، ما اشاره کردیم در ارتباط با بازار مستغلات و گفتیم که قیمت آفیس بیلدینگ در شهر لس آنجلس به طور متوسط 40% کاهش داشته در مقایسه با سال 2022 و در شهر سان فرانسیسکو در بهترین مناطق این شهر قیمت برخی از بیلدینگ ها تا 80% کاهش داشته در مقایسه با قیمتشون در سال 2019. ولی توی سطح بسیار در سطح نیشن واید کشوری قیمت این بخش یعنی آفیس بیلدینگ تا حالا به طور متوسط 27% پایین اومده قیمت ها، توی سکتور آپارتمان بیلدینگ قیمت ها 21% پایین اومده و در بخش مال قیمت ها 18% کاهش پیدا کرده. این در حالیه که ویکنسی ریت یا درصد خالی بودن آفیس ها در شهر سان فرانسیسکو بیشترین مقدار خودشو داره، یعنی 32.7%. هیوستون شهر بعدی است با بیشترین ریت به اصطلاح ویکنسی ریت 32.5%، آتلانتا 31.1% و لس آنجلس شهر چهارم هست در این زمینه با 29.9% ویکنسی ریت. فروش در بخش آپارتمان بیلدینگ در سه ماه اول امسال 74% کاهش داشته در مقایسه با سه ماه اول سال 2022. در بخش وام تجاری حدود 1.6 تریلیون دلار الان و از الان تا 2 سال آینده مجبور میشه یا به اصطلاح سررسیدش میرسه که این وام ها باید با بهره‌های جدید دوباره تجدید وام بشن. و به طور متوسط بهره وام های جدید در املاک تجاری بین 350 بیسس پوینت تا 450 بیسس پوینت، یعنی بین 3.5 تا 4.5% افزایش خواهد داشت در مقایسه با بهره وام کنونی که الان هستش وجود داره. به همین خاطر پیش بینی میشه که بر روی 88 بیلیون یا میلیارد دلار وام، مقدار وام در این بخش یعنی به صورت املاک تجاری دیفالت بشه که از این 88 میلیارد دلار 42% اون متعلق به وام های آپارتمان بیلدینگ هستش. روی همین حساب و موارد دیگری که الان وقت نیست دقیقا بهش توضیح بدم که چی هست اینا، تحلیلگران مؤسسه مورگن استنلی پیش بینی کردن که بحرانی که در بخش املاک تجاری داره به وجود میاد یا شاید هم شروع شده باشه از بحرانی که در سال 2008 بوده در این بخش بسیار بسیار بزرگتر و خطرناکتر خواهد شد. فقط در پرانتز من این موضوع توضیح بدم که کسانی که برنامه سود و سرمایه رو در بسیار رادیو محلی لس آنجلس دنبال میکردن احتمالاً بیاد دارن که ما در همون ماه جون سال 2020، یعنی 3 سال و 1 ماه گذشته، به خاطر تحقیقات کاملی که انجام داده بودیم به طور قاطع هشدار دادیم که بخش آفیس بیلدینگ در سالهای آینده به شدت ضربه خواهد خورد و قیمت اونها به شدت پایین خواهد آمد و این را همونجا گفتیم که بعد از این بحران قیمت این بخش یا اصلا دیگه برنمیگره با قیمت این روزه یا که خیلی طول خواهد کشید.
که در این زمینه هم وال استریت جورنال یه محاسبه کرده که گفته حدود 17 سال طول می‌کشه از این به بعد که دوباره این بعد از این بحران که بسا قیمت‌ها دوباره برگرده به جایی که امروز هست. بخوام جنبندی کنم از این وضعیتی که در بخش بسیار املاک تجاری هست، این که این بحران تازه شروع شده و حداقل تا 2 سال دیگه هم ادامه پیدا خواهد کرد، به خاطر که این 1.6 تریلیون دلار باید به اصطلاح تجدید وام بشه. و فقط به نظر من اگر شدت این بحران خیلی زیاد باشه، مثل اون چیزی که در مدت 2008 دیدیم، یه احتمال وجود داره که دولت و بانک مرکزی دوباره وارد میدون بشن و دقیقاً همون کاری رو بکنن که توی بحران 2008 انجام دادن، یعنی یه کمپانی بزرگ مثل بلک راک رو پیدا کنن و از اون طریق عملاً به خونه از در پشت با پولهای نجومی که به این کمپانیا میدن تمام مستغلاتی که در معرض فورکلوز شدن هستش رو بتونن جمع کنن و نذارن تو بازار بیاد، که به این طریق بتونن یه ثبات نسبی به این بازار بدن. بنابراین برای سرمایه گذاران حرفه‌ای که به دنبال سودهای بالا در بخش مستغلات تجاری هستن، تو این بخش کلا مستغلات هستن، به نظرم این بخش از الان تا 2 سال آینده فرصت‌های بسیار بسیار خوبی رو در بخشی از املاک تجاری به وجود میاره که اگر بدونید کدوم بخش یا سکتور در چه مناطقی و شهرهایی و با چه قیمت و پتانسیل‌هایی به اصطلاح سرمایه گذاری کنید، در چند سال آینده سودهای بسیار بسیار خوبی نصیبتون خواهد شد که در به اصطلاح مقایسه با بخش رزیدنشال یا مسکونی این سودها بسیار بسیار بالاتر خواهد بود به خاطر شرایطی که گفتم. در این زمینه اگر احتیاج به مشاوره و راهنمایی داشتید، ما در گروه سود و سرمایه با یک گروه کاملی که داریم کار می‌کنیم، هم در بخش مطالعات و هم در بخش میدانی، میتونیم بهترین به اصطلاح موارد در چه در املاک تجاری و مسکونی و همچنین وام براتون به اصطلاح انجام بدیم. صحبت طولانی شد، میریم با جناب دکتر شجاعتی صحبت کنیم بقیه ادامه برنامه را که سوالاتی که رسیده و سوالاتی که هست. جناب شجاعتی با سلام و تشکر فراوان از شرکتتون در این برنامه. سلام خدمت شما و حضور در برنامه‌تون یا شنوندگان برنامه‌تون. متشکرم، خیلی ممنون. جناب شجاعتی سوال بسیار شده، از جمله اولیش رو می‌خوام شروع کنم چون یکی از بیشترین سوالا در ارتباط با بازار سهام بوده. و صحبت هایی که این دوستان میکنن داره از این صحبت میکنن، میگن که اینا اکثرشون دوستان به اصطلاح شنونده به اصطلاح مدیاهای مالی بودن مثل بلومبرگ، مثل سی ان بی سی، امثال اینا، میگن اکثر کارشناسایی که اومده بودن از سال پیش داشتن صحبت میکنن و حتی امسال اول امسال همشون داشتن از این صحبت میکنن که صدا داره اکو میکنه، فکر میکنم میشنوید؟ من صدای شما رو میشنوم. اکو نمیشه صدا، معذرت میخوام، چون خودم دارم صدا خودم باشه. من نه مشکلی ندارم. اگر دوستان مشکلی داشتن میتونن تکست کنن لطفاً، یا منظورم رو همینجوری یه دونه به اصطلاح دارم. میگن که آره قرار بود به اصطلاح توی بخش شاخص‌های سهام، یعنی S&P قرار بود به 3000 و 3200 برسه در این بخش، ولی نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه مشاهده رشد 16% در S&P الان بودیم تا حالا از اول امسال تا حالا، و حتی در شاخص نزدک میتونیم یه رشد حدود 30% داشتیم از زمانی که پایین‌ترین حدش بوده. حالا سوال دوستان اینه که میگن آیا این واقعا به اصطلاح بر مارکت رالی هستش اتفاق افتاده، یا نه یه شروع بر مارکت جدید است که در بازار سهام اتفاق افتاده؟ میخواستن بدونن که این به چه صورت هست. حالا یه خاطرتون باشه تو سمینار زومی که دسامبر سال 2021 داشتیم، گفتم یکی از احتمالاتی که سر راه هست این که وقایع اوایل قرن 20 تکرار بشه. اون سالها در سال 1918 یه ویروس وحشتناکی اومد، چندین میلیون نفر باهاش مردن. 2 سال بعدش به خاطر تکنولوژی های جدیدی که اون دوران مثل تلویزیون، رادیو، راهن، نمیدونم قطار و اومد، یک افزایش خیلی خیلی چشمگیری تو بازار سهام پیدا شد که تقریبا تمام دهه تا سال 1929 ادامه پیدا کرد. و گفتم به احتمال زیاد ما هم شاهد همچین وضعیتی، یک به خاطر اینکه کرونا بود 2 سال و اینها، و به دنبالش یه بازار خوبی توی بازار سهام آمریکا پیدا میشه که چندین سالی ادامه پیدا خواهد کرد. در رادیوی نبض بازارهای مالی هم من در حدس میزنم دسامبر پارسال بود یا نوامبر پارسال بود به شنوندگان رادیو گفتم که به نظر من بازار سهام در 13 اکتبر پارسال به انتهای یا باتم خودش رسیده و از اینجا به بعد باید شاهد افزایش بازار سهام باشیم. حالا مگر اینکه واقعا یک کمپانی بزرگی، بانک عجیب و غریبی در پشت پرده، مثل داستانی که برای لیمن برادرز پیش اومد یا برنشترز پیش اومد، یه همچین چیزی که مخفی شده باشه و کسی ازش خبر نداره یه هوی شبه رو بشه، اگر همچین اتفاقی نیفته
من فکر میکنم که دوران جدیدی برای افزایش بازار سهام شروع شده که حداقل تا سال 2026 ادامه پیدا خواهد کرد. البته این به معنی نیست که هر هفته و هر روز و هر ساعت و هر دقیقه بازار میره بالا، ولی منظورم این که اگر از اول هر سال تا آخر سال حساب کنیم، آخر سال بازار بالاتر رفته و این یه دوران جدید افزایش بازار یا بول مارکت جدیده و بیر مارکت رالی نیست به نظر من. بله یادم هست دقیقا شما توی اشاره کردی به این مسئله در سمینار سال 2021. اما در ارتباط با مسئله ریسشن یا رکود اقتصادی هم بسیار از تحلیل تو همین زمین رو صحبت کردن که قرار بود اصلا ما در امسال به سال همین حدود همین سال به یه ریسشن برسیم، یعنی به اقتصاد به ریسشن برخورد کنه، ولی این اتفاقا تو مسئله اقتصادی هم نیفتاد و ما هیچ ریسشنی ندیدیم. میخواستم با توجه به که بانک مرکزی بهره رو از 0 درصد رسونده به 5.5% و همه میگفتن که یک هارد لندینگ حتی برای در امسال اتفاق خواهد افتاد، ولی این هم اتفاق نیفتاد. این دلیلش چی هستش جناب شما؟ والا دلیل اصلیش اینه که در دورانی که این کرونا به اصطلاح شیوع داشت، دولت دست به یه سری اقدامات تشویقی یا استیمولیتی با فرستادن چک های مختلف و پول های مختلف هم برای مردم هم برای بیزنس ها. اون زمان هم کسی به خاطر این بیماری کرونا نه مسافرت میتونست بکنه، نه رستوران میتونست بره، نه علاقه به خرید داشت، مردم پولاشون رو پس انداز کردن. بنابراین یه حجم عظیمی از پول پس انداز شد و مقدار پس اندازی که بانک های آمریکایی پیدا کردن در تاریخ آمریکا سابقه نداشت که اینقدر پول پس انداز شده باشه. از موقعی تا که به اصطلاح این داستان فروکش کرده و مردم شروع کردن بیرون اومدن و خرجن مسافرت کرد جوری باعث قد شد؟ نه الان درست شد. همین پول هایی که تو دست و بال مردم و پس انداز های بانکی بوده اینا رو مردم دارن خرج میکنن و به همین دلیل فعلا جلوی رکود اقتصادی گرفته شده، ولی این به معنا نیست که رکود از راه نخواهد رسید. احتمال داره، حدس قوی من بر این است که در سه ماهه اول یا کوارتر اول سال آینده ما یه رکود اقتصادی خواهیم دید. منتهای مراتب بر اساس شواهد فعلی رکود خیلی دردناکی نخواهد بود، مگر اینکه این تورم بخواد کماکان همینجوری افزایش پیدا کنه یا زیاد پایین نره، چون تورمی که بانک مرکزی دنبالش میگرده 2%، اون تورم کورفیسی بهش میگه الان 4.7% و بخواد بهره رو هم برای مدتی طولانی هم به مقدار زیادی ببره بالا، که چون هدف اصلی بانک مرکزی بیکارسازی خیلی زیاده، تا اونجا که میتونه مردم رو بیکار کنه، که اینم بر اساس یه فرمول خیلی غلطی است که بانک مرکزی ازش استفاده میکنه که سالها پیش اقتصاددانی به اسم فیلیپس ادعا کرد که بیکاری و تورم خلاف هم حرکت میکنن، یعنی هرچی بیکاری پایین تر باشه تورم بیشتر میشه. ایشون هم دارن سعی میکنن با افزایش بیکاری تورم رو بیارن پایین که تا به حال موفق نبودن، ولی به هر حال فعلا و در شرایط فعلی حدس من بر این است که ما این رکود رو خواهیم دید، منتها فکر نمیکنم این سال اتفاق بیفته، اوایل سال آینده و زیاد هم به اصطلاح بدخیم نخواهد بود. پس اینی که میگن هارد لندینگ احتمال کمی بیشتر به سافت لندینگ به قول این اصطلاحی که درست. حالا همینطور که میدونیم توی هفته آینده بانک مرکزی یه ملاقاتی دارن و احتمال بیشتر میدن که حدود فرام 78% احتمال میدن که 25% دیگه دوباره بهره رو بالا ببره، که احتمالاً به بهره بین بانکی یا فد ریت به 5.5 خواهد رسید. از اون طرف آمار تورم هم میگن که شاید داره پایین میاد و از طرف دیگه هم میگم یه احتمال مجدد بحران به اصطلاح بانکی در راه هستش به خاطر این وضعیت مستغلات تجاری که هست. آیا فکر میکنید و اگر این دفعه رو بالا ببرن بازم ادامه خواهند داد بالا بردن، یا ای که نه فکر مونی متوقف کنه حداقل تا آخر امسال که ببینن که وضعیت چه میشه؟ من فکر میکنم حدس میزدم تو جلسه آینده یه بار دیگه 25% میبرن بالا، جلسه بعدی دست نگه میدارن، جلسه پشتش 25% دیگه میبرن بالا و اونجا تموم میشه به نظر من، و بعد سال آینده که رکود اقتصادی از راه برسه ذره ذره شروع میکنن بهره رو پایین بردن. یه صحبتی آقای پاول مرتب داره میکنه، داره اینه تقریبا یه جورایی حالا جا میندازی هرچی میگه به اصطلاح higher for longer و چقدر فکر میکنی اینشون جدی است؟ چون اگه این کار رو بخواد بکنه دیپرشن اقتصادی میشه توی وضعیت. من فکر نمیکنم ایشون زیاد جدی باشه تو این داستان، مگر اینکه واقعا یه
رکود اقتصادی شدیدی خارج از انتظار رخ نده، اون چیزی که ایشون میخوان. آره ممکنه برای مدتی طولانی یعنی اینقدر بهره رو ببره بالا، ایشون دوباره یه رکود اقتصادی که بیکار بشن مردم میگرده، تا اون درصد بیکاری بالا رو نبینه ول میکنه. بنابراین فعلا که بیکاری اون چیزی که ایشون میخواد نیست، الان 3.6%. ایشون مایلن که بیکاری حداقل به 5-6% برسه و اینها که به قول خودشون بتونه تورم رو پایین بیاره، ولی الزاما بالا رفتن بیکاری منجر به پایین اومدن تورم نمیشه، کما که در دهه 1970 میلادی به اوایل دهه 80 ما هم بیکاری خیلی بالایی داشتیم هم تورم بالایی داشتیم. این میگم بر اساس یه فرضیه غلط و تئوری نسنجیده ای بود که از طرف اقتصاددانی به اسم فیلیپس معروف شد و به اسم فیلیپس کرو بهش میگن. این است که ولی نه من فکر میکنم که بیشتر از همین دوبار نمیبرم بالا. البته دو تا نکته اشاره کنم، یکی اولا این جنگ اوکراین هست که داره هر روزم شدتش بیشتر میشه، خب این مثلا تورمیه، یعنی میتونه به اصطلاح کمک کنه دوباره، یعنی کمک منظورم از اون تورم بالا بره. دومی که توی هم استرالیا هم کانادا متوقف کردن بالا بردن بهره رو، بلافاصله دوباره تورم برگشت و مجبور شدن دوباره شروع کنن بهره رو بالا بردن. این هر دو موردش این هنوز میتونه به اصطلاح تورم کاملا از بین نرفته باشه و اینا دوباره مجبور بشن بهره رو بالا ببرن. بله احتمالش هست، ولی تا اتفاق نیفته دست به کاری نمیزنن در واقع، چون تورمی که ما تا به حال داشتیم عمدتا از ناحیه عرضه یا سپلای بوده، اونم به خاطر کرونا و دعواهایی که پیش اومد و اختلالاتی که در توزیع و تولید و کارخونه ها بسته شدن، شبکه‌های ارتباطی تعطیل شد، کالا کم بود، کم تولید میشد، به سختی و با دیر میرسید دست مردم و قیمت ها میرفت بالا. اون الان داره از بین میره، مگر اینکه ما از زاویه مردم، از زاویه مصرف دوچار تورم بشیم، یعنی مردم فکر کنن که قیمت ها داره میره بالا، شروع کنن بگن خب ما به جای اینکه دو ماه صبر کنیم فلان چیزو گرونتر بخریم الان بخریم. همین هجوم مردم، یعنی همین تفکر اگر بیفته تو کله مردم میتونه یه تورم از زاویه تقاضا درست شه و اون وقت این یکی کنترلش خیلی مشکل خواهد شد، برخلاف عرضه که کارخونه را بیفتن و به اصطلاح کشتی و هواپیما قطار شروع کنن جنس این ور اون ور بردن تورم میاد پایین، اون مقدار زیادی طول میکشه تا بتونن اونو کنترل کنن، ولی فعلا که حالا اثر از اون قسمت نمیبینیم. بله یعنی چیزی که دقیقاً تو دهه 70 عملا اتفاق افتاد، یعنی زمانی که به اصطلاح دور دوم تورم خیلی سنگین‌تر خیلی بدتر بود. درسته، یعنی به اشاره سوال شده خیلی از در ارتباط با حتی یه جورایی هم شاید به نقد یا انتقاد شده در ارتباط با بحران بدهی که الان وجود داره، و چون صحبتی که ما دفعه پیش می‌کردیم در ارتباط با وضعیت کلا کشور آمریکا بود که آیا داره پایین میره نمیره، و یکی از دوستان دو تا از دوستان همین رو اشاره کردن که الان با توجه به این بدهی‌هایی که آمریکا به شدت داره، یعنی عملاً برای هر امپراتوری به سمت پایین رفتن هستش. و در حال حاضر فکر کنم نشنال دبت چیزی حدود نزدیک 32 تریلیون دلار هست. درسته، فقط توی سه ماه اول، یعنی از جون فکر کنم مستقیم دوم جون تا آخر جون یک حدود 865 میلیارد دلار، یعنی نزدیک 1 تریلیون به این به اصطلاح بدهی اضافه شد. و از طرف دیگه آقای ری دالیو که به اصطلاح یکی از بزرگترین هج فاند منیجرهای الان رو کره زمین هستن در حال حاضر، صحبتی رو مصاحبه داشتن با شبکه بلومبرگ و گفتن که عملا ما در آمریکا داریم وارد یک شروع پایان سیکل یا سایکل بزرگ بحران بدهی میشیم، به طوری که دولت بسیار بدهکاره، مجبور بیاد باند ایشو کنه، از اون خریدار براش نیست، چون که با این بدهی که داره باید ریت‌ها رو خیلی بالاتر ببرن و میگه به خاطر این بسیار به مشکل برخواهیم خورد. درست، نظر شما چی هست؟ حالا ما دفعه پیش که صحبت میکردیم من خودم هم گفتم که هر چیزی یه دورانی داره و امپراتوری هم یه عمری داره و هیچ امپراتوری یا هیچ پدیده ای نیست که عمر جاودانه داشته باشه، و گفتم امپراتوری روم بوده، امپراتوری انگلیس بوده، فرانسه بوده، پرتغال بوده و و و اینها دوران تولد داشتن، دوران مثلا رشدشون بوده، نوجوانیشون بوده، جوانیشون بوده، بعد که رفته رفته دوران کهولت و پیریشون هم رسیده. برای امپراتوری هم همینطور، با آمریکا هم 100% یه همچین وضعیت پیدا خواهد کرد. اون چیزی که ما اونجا سری صحبت می‌کردیم سر وضعیت دلار آمریکا بود که آیا موقعیت خودش رو به منزله ریزرو کارنسی از دست میده یا نمیده، که من گفتم الان غیر ممکن این اتفاق بیفته. در ضمن خود این بدهی ها، اول این بدهی ها خیلی زیاد راجبه سر و صدا رو میندازن، الان کل بدهی های آمریکا اگه تازه همه رو اونجوری که
مثلا مخالفین که انقدر راجع بهش حرف میزنن حساب کنیم، تقریبا 123% GDP آمریکاست. بدهی دولت ژاپن که پولش ریزرو کارنسی نیست 260% GDP ژاپنه و در واقع 25 سال پیش ژاپن نسبت بدهیش به GDP 123% بود. یعنی 25 سال پیش ژاپن جایی بود که امروز از نظر بدهی آمریکا هست و توی ژاپن نه آسمون اومده پایین، نه مردم از گرسنگی مردن، نه بس خراب شده، هیچ اتفاق بدی نیفتاد. این یک. دومی که آمریکا به خاطر اینکه پولش ریزرو کارنسی هست، اتفاقا این بدهی ها به نفع آمریکا تموم شده. یعنی هر کمپانی شما نگاه کنید، هر مؤسسه نگاه کنید، یه دفتر حسابداری داره، یک طرفش طلبشه، یه طرفش هم بدهکاریشه، استاش یک طرفش هستن، لایبلیتی هاش یک طرفن که آخر سر این دوتا باید با هم بلنس بشن. آمریکا بله این بدهی ها رو داره، به ژاپن بدهکاره، به چین بدهکاره، به اندونزی و و و به کشورهای مختلف بدهکاره، ولی همه پول هایی که بدهکار شده و دلارهایی که داده به اونها، همه این دلارها برگشتن توی آمریکا، توی باندهای دولتی آمریکا، تو باندهای کمپانی های آمریکا، تو سهام کمپانی های آمریکایی، تو خونه، تو ملک، تو زمین، تو کارخونه ها سرمایه گذاری شده و اتفاقا همین بدهی ها باعث رشد اقتصادی آمریکا، افزایش بازار سهام تو آمریکا، گل کردن بازار باند مارکت تو آمریکا و رونق بازار مستغلات تو آمریکا شده و اینها. و در واقع کل بدهی هایی که داره این طرف به اصطلاح دفترشو در نظر بگیریم، معادل کل سرمایه هایی است که به همین ترتیب وارد آمریکا شده. اینم که بگم بدهی هاشو کسی نمیخره، اول که همچین قانون نیست، میخرن، تازه نخرن خود بانک مرکزی میتونه اینا رو بخره، کما اینکه اکثریت بیشتری شاید 90 خورده درصد بدهی های دولت ژاپن رو بانک مرکزی ژاپن خریده، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. حتی صحبت از نخریدن این صحبت داره که میگن باید بهره خیلی بالاتر بره که بتونه توی ژاپن دیگه میگم همه رو خریدن بهره بالا نرفت. ژاپن فکر کنم جی دی پی خود 1.9 یک و خورده، یعنی خیلی جی دی پی ضعیفی داره نسبتاً، این رشد چیزش خیلی پایینه و یه جورایی دیفلیشن شده به صورت اون مملکت اونجا تقریبا. توی اینجا هم همچین جی دی پی ما عجب و غریبی نداره، حد اکثر به طور متوسط نزدیک 2% در 20 سال گذشته. نه میدونم درست میگید، ولی صحبت به اصطلاح سر دپ به جی دی پی که میشه که 120% به خاطر همون دارن میگن وقتی به این حالت میرسه یک کشور، اکثر پول میره برای سرویس، برای اون بدهی، به خاطر این رشد اقتصادیش خیلی پایین میشه. نه اینطوری نیست، به نظر من اینطوری نیست، همچنین اتفاقی نمیفته برای آمریکا به خاطر که پولش ریزرو کارنسی هست، همچنین اتفاقی نخواهد افتاد. بسیار عالی. در ارتباط با مسئله به اصطلاح همین دلار دوباره مطرح شد، یه ملاقات کشورهای عضو بریکس هست، اتفاقا یه سری از دوستان همین رو سوال کردن تو نظر چی فکر می‌کنید سر این مسئله، چون از بریکس میشه شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی و این کنفرانس توی آفریقای جنوبی است در ماه آگوست امسال و قراره که یه ارزی با پشتوانه طلا رو برای مبادلات تجاری بین کشورهای خودتون معرفی کنه. اولا می‌خواستم ببینم که این موضوع چقدر جدیه به نظر شما، و دومی که در صورت پیشرفت‌های جدی در این زمینه، اولا چه تأثیری بر روی ارزش و موقعیت دلار داره و از طرف دیگه هم چه به اصطلاح تأثیری روی طلا خواهد داشت، چه موقعیت طلا دوباره مسئله مطرح شده بعد از 70 سال و اینکه قیمت طلا. عرض کنم حضورتون که فکر کنم دفعه پیش هم سر موضوع صحبت کردیم، کشورهای بریکس کاری که میخوان بکنن بیشتر اگر موفق بشن و همه توافق کنن، میخوان مبادلات تجاری بین خودشون رو با پول خودشون انجام بدن. مثلا روسیه از چین یه چیزی بخره بهش روبل بده، اون به اون یوان بده، نمیدونم برزیل پول خودش رو بده و و و اینها. گفتم اینا پیمنت کارنسی هستن، اینها توی بازارهای بین المللی کار عجیب و غریبی ازشون ساخته نیست. اون دفعه گفتم، یعنی فرض کنید که صحبت عربستان بوده که گفتیم بیا نفتشو فرض کنیم به یوان چین بفروشه، 100 میلیارد یوان هم 100 میلیون یوان هم هرچی پول دست عربستان سعودی بیاد، فردا عربستان سعودی اگر خواست بره کشتی از آفریقای جنوبی بخره، اگر تصفیه آب و وسایل اون شکلی خواست از سنگاپور بخره، اگر خواست سیمای کاندکتور از تایوان بخره، کسی یوان ازش قبول نخواهد کرد، باید پولا رو تبدیل کنه به دلار آمریکا بره اونا رو بخره و اینها. آره یه مقداری به اصطلاح توی تجارت‌های داخلی میتونه سهم دلار رو کم کنه، ولی جایگاه دلار رو به منزله ریزرو کارنسی نمیتونه تغییر بده. این کشوران این صحبتی که میشه میخوان با پشتوانه طلا بدن بیرون، اینجوری نیست. پشتوانه طلا یعنی اینکه یه پولی بذارم اون وسط، بگن آقا مثلا فرض میکنیم هر 100 تا حالا همون پول هرچی باشه
معادل فرضاً 100 گرم طلا هست، بعد هر کس هر وقت از اون پولا داشت بتونه 100 واحدشو ببره، مثلا 100 گرم طلا ببره، اینجوری همچین طلایی. آره در چند سال گذشته کشورهای مختلف حجم خرید طلاهای خودشون رو زیاد کردن، ولی در حد و حدودی که بتونن پولی رو پشتوانه طلا بدن بیرون که هر کس اون پولو داشت اینا طلا داشته باشن بهش بدن، نه همچین اتفاقی نخواهد افتاد. البته نمیگم روسیه هم همین کارو کرد، این بحرانی که یعنی مثلا چی میگن سنگینی که روش گذاشتن قاعدتا باید نابود میشد پولش، ولی به خاطر همین تونست قدرت پولش رو نگه داره، چون لینکش که با طلا فکر کنم هر واحد پولش رو فکر کنم به 5 گرم یا 8 گرم اون 5 گرم اون طلا بود تبدیل کرد. نه اون بخواد در واقع اون رو به صورت لفظی گفت، هیچ وقت هم کسی نرفت بخواد از روسیه، چون مبادله ای با کسی نداشت در اون ساعت، یا کسی روبل نداشت که بخواد روبل رو ببره اونجا ازشون چیز بگیره طلا بگیره و اینا، برای همین حالت خیلی به اصطلاح ظاهری و ساختگی داشت. خیلی فرق کنه تا اینکه به اصطلاح یه پولی که تو دست همه مردم دنیا هست، مردم دنیا اون پولا رو بخوام ببرن طلا بگیرن. همچین اتفاقی برای روسیه نیفتاد. علت اینکه روسیه تونست خودش رو حفظ کنه بر خاطر اینکه اکثر کشورهای کره زمین غیر از چند تا کشور اروپای غربی و خود آمریکا و کانادا کسی همکاری نکرد توی تحریم روسیه، بنابراین اون موفق شد که بسیار تو تجارتی با کشورهای مختلف داره وضعیت خودش رو حفظ کنه. من البته فقط به عنوان خبر یه در پرانتز اینم بگم که جالب اینجاست که در ایالت تگزاس دارن قانونی به تصویب میرسونن که طبق این قانون یه ارز دیجیتالی با پشتوانه طلا میخوان به وجود بیارن که اونو برای بسیار مصارف خود ایالتی میخوان استفاده کنن، به خصوص برای پرداخت چیزای دولتی مثل مثلا تکس ایالتی یا چیزای اینجوری دارن این روش کار میکنن. اگر تصویب بشه به نظر من خیلی چیز خواهد، اگر تصویب بشه به شرط اینکه دولت فدرال هم قبول کنه که اونو قبولش کنه، داره عملا مقابل فدرال ریزرو وای میسته. میدونم ولی نمیتونه این کارو بکنه، یعنی فدرال ریزرو میتونه بیچارهشون کنه اگر بخوان مقابلش واسن. آره ولی عملا داره میگم یه نوع سرکشی مقابله با فدرال ریزرو به خاطر این پوله که اینجوری نجومی دارن تاپ میکنن هر روز داره ارزش پایین میره پایین. یمینای از این جستایی که لیبرتریان ها میگیرن و سعی میکنن از این طریق به اصطلاح یه ارزندامی بکنه، ولی در عمل موفق نخواهند شد، یعنی جلو فدرال ریزرو نمیتونن بیستن. خب از به اصطلاح جنوب آفریقا و نشست بریکس بریم به شانگهای، اتفاق بسیار مهم دیگه ای که افتاده در ارتباط با به اصطلاح پیوستن ایران به شانگهای کوآپریشن اورگانایزیشن هستش. درست. و دوستان می‌خواستن ببینن که به اصطلاح این تاثیرش روی اقتصاد ایران و چه نتایجی خواهد داشت، مثبت منفی به چه صورته، و اینکه همچنین ارز ایران به اصطلاح روی ریال چه تاثیری حالا در مورد ایران پیوستنش به پیمان شانگهای این کمک رو به ایران میکنه که مقادیری بتونه این فشاری که از نظر تحریم ها روش هست و اینا رو کم کنه، چون چندین کشور هستن اونجا با هم دیگه میتونن مبادلات تجاری داشته باشن و نمیتونن جلوشون رو بگیرن، چون وقت با دلار کار نخواهد کرد که آمریکا بتونه متوقفش بکنه. تأثیر که خواهد داشت این خواهد بود که احیانا بازار سهام رو در ایران پایین میبره، چون کسانی که تو بازار سهام ایران پول دارن اگر دریچه بهتری و موفقتری که ریسک کمتری هم داشته باشه مثل بازار سهام ریسکش بالا نباشه پولشون رو میارن بیرون و شروع میکنن در زمینه‌های تجاری با کشورهای عضو پیمان شانگهای مبادله تجاری کردن و اونجا حرکت میکنن. از بابت تأثیرش روی پول ایران نه تأثیر آنچنانی، به خاطر اینکه دلار ریزرو کارنسی هست، تا زمانی که آمریکا باش راه نیاد و بهش اجازه نده که با دلار خرید و فروش بکنه و تجارت بکنه، تأثیر خیلی آنچنانی روی چیز نخواهد داشت، رو ارز ایران نخواهد داشت. تو چند هفته گذشته ما دیدیم که دلار که بالای 60,000 تومان شده بود الان حوالی 48,500 49,000 ماکسیمم 50,000 تا داره دست و پا میزنه، اونم به خاطر اینکه چندین میلیارد دلار پول ایران رو که بلوکه شده بود براش آزاد کردن. یعنی قیمت پول ایران ربط مستقیم داره به اینکه چقدر دلار در اختیارشون قرار میگیره. این دلیلی هم که این روزا به اصطلاح بازار سهام تهران یا ایران داره به شدت پایین میاد به خاطر همین هستش. دقیقاً به خاطر همینه. بله. مثلا یعنی اصولا توی بازار سهام مردم به اصطلاح آدمایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن همیشه فکر میکنن من کجا پولمو بذارم که مثلا اینقدر درصد بهم سود و ریسکش چقدر باشه، تا اونجایی که بشه
پول رو در جایی به کار انداخت که بازدهی خوب با ریسک کم یا اصلا بدون ریسک داشته باشه، مردم اون انتخاب میکنن. کما اینکه مثلا زمانی که بهره باندهای دولتی تو آمریکا 18-19% بود تو دهه 80، اواخر دهه 70 بازار سهام آمریکا اصلا جاش تکون نمیخورد، یعنی برای سالیان سال در جا میزد و حرکت نمیکرد. چرا؟ چون راحت میتونستن مردم یا کمپانی ها یا بیزنس های مختلف، پولدارا، اونایی که پول داشتن، پولشون رو بذارن تو باندهای دولتی آمریکا، سال 15-17-18-19% بهره بگیرن، سر سوزنی هم ریسک نداشته باشن. تو اون شرایط کسی نمیومد تو بازار سهام. ولی شما نگاه کنید در چندین سال گذشته که بهره ها شده بود 1%, 0.5%, 0% از این حرفا، همه مردم از همه جهت هجوم بردن توی بازار سهام و به همین دلیل میبینید که از سال مثلا 2009 به این طرف بازار سهام در آمریکا چه افزایش چشمگیری پیدا کرد. بله. در زمینه تو عرض صحبت کردیم، سر لیر ترکیه هم ما سوال داشتیم، می‌خواستن ببینن این بشه صورت وضعیت، چون یه سری از دوستان دارن میرن ترکیه سرمایه گذاری کنن یا اونجا هستن، می‌خواستن ببینن این بشه صورت خواهد شد لیر ترکیه به نظر شما. والله ترکیه تقریبا چند روز پیش اتفاقی افتاد که رفته کمک میکنه که لیر ترکیه قوی بشه. داستان هم از این قرار است که بایدن به خاطر گرفتاری‌هایی که تو اوکراین پیدا کرده، لازم بود که از نظر نمایشی حتی یه کاری بکنه که در صحنه عمومی و در صحنه سیاست خارجی موفقیت آمیز جلوه بکنه. برای همین اومده بود با ترکیه صحبت کرده بود که ترکیه حاضر بشه که سوئد هم عضو ناتو بشه، ولی در مقابل این بهش قول داد که صندوق بین‌المللی پول 10-11 میلیارد دلار وام بده به ترکیه. بنابراین این پولا رو که در اختیار ترکیه بذارن، حداقل در برای مدتی کمک میکنه که لیر ترکیه قیمتش گرونتر بشه و این وضعیتی که چند سال گذشته داشت یه خورده بهتر بشه برای پول ترکیه. من بسیارم. من فقط یه مورد دیگه است در ارتباط با کریپتوکرنسی و بیت کوین میخوام توضیح بدم، ولی چون صدا اکو میشه یه خورده بشه اینو بدونم دفعه بعد، چون نمیخوام دیگه الان بیشتر از این معطلم این صدام دارم تکسم میکنه این مقدار اکو میشه صدا. خب صحبت دیگه ای جناب شجاعتی هست بخواد اضافه کنید به صحبت امشب؟ والا صحبت زیادی نه، فقط میتونم بگم که کسانی که دنبال بازار سهام بودن یا هستن میتونن برای چند سال آینده امیدوار باشن توی این بازار. بازم البته تاکید میکنم اگر کسی سراغ بازار سهام میره باید اهل صبر و حوصله باشه، فکر نکنه که رفته لاس وگاس پر از هیجان هستن. هیجانش موقعی است که بازار کاریشن پیدا میکنه، اونجا اذیت میکنه، آره. ولی اگر بلند مدت فکر بکنی و با برنامه پیش برن و با حساب کتاب و با مطالعه و شناخت برن جلو، من فکر میکنم حداقل تا سال 2026 دوران خوبی در انتظارشون باشه. آره صحبت اینه، چون فقط یه سال آخر هم بگم در ارتباط با مسئله AI هستش. الان خیلی هات این موضوع، یه سری میگن بابل، یه سری میگن نه حالا خیلی بالا خواهد رفت، مثل همون دات کام های سال 2000 است. چی فکر می‌کنی سر AI؟ این سکتور هر وقت هر چیز جدیدی پیدا بشه تا دلتون بخواد راجبش سر و صدا خیلی راه میفته. مسلما یک عالمه چیزای الکی کشکی پیدا خواهند شد تو AI که خیلی ها رو بدبخت خواهند کرد، به امید اینکه AI آینده داره قرار رو این کارو بکنه اون کارو بکنه، پولشو مثل همون دات کاما در واقع کلی پولاشون رو میریزن اونجا، بعدم شکست میخورن، ضرر میکنن، از دور خارج میشن. ولی تکنولوژی آینده هست AI، Artificial Intelligence، حتما آینده داره، حتما آینده خوبی داره. منتهای مراتب الان راجع بهش هیاهوی بسیار برای، حالا نمیخوام بگم برای هیچ، ولی برای مقدار خیلی کمی زیاد هست. مواظب باشن که به اصطلاح از حول حریم تو دیگ نیفتن سراغ Artificial Intelligence میخوام برن. ولی مطمئنا اگر خوباشو بتونن تشخیص بدن و به قولن تارگت کنن یا چیکار کنن، میتونن به نظر من سودهای آنچنانی کنن. 100%. کما اینکه اگر کسانی تونسته بودن به موقع توی آمازون، توی نتفلیکس، توی اپل، توی این کمپانی هایی که در واقع معلول رشد اینترنت و این چیزا بودن، اول کار اونا رو تشخیص داده بودن و در ذهن باشون مونده بودن. یعنی همونا، من اینو در برنامه‌های مختلف بارها گفتم که یه زمانی مثلا همین آمازون در سال 98-99% رفت پایین. یعنی اگه کسی اون وقت خریده بود، خب اگه 30-40-50% میرفت پایین حتما زهر زرک میشد میفروخت، ولی اگر نفروخته بود هر یک هزار دلاری که اونجا گذاشته بود بعدم 15 میلیون دلار میشد. یا نتفلیکس همینطور، نمیدونم اپل همینطور،
آره، بعد اگر خوباش آدم بتونه شانس بیاره پیدا کنه و روی سرمایه گذاری کنه و از بالا و پایین شدنش نترسه و از آن نگیره، حتما موفق خواهد شد. بسیار عالی. خب جناب جوراتی تشکر میکنم از وقتی که به این برنامه دادید امشب، خیلی استفاده بردیم از اطلاعاتتون. بعد دوستانی که به اصطلاح سوال دارن میتونن سوالاشون بفرستن به ما، ایمیل بهتون میدم هست info@profitcapitalgroup.com و همینطور سوالاتون رو میتونید به ما یا تماس بگیرید تلفنی یا اینکه تکست کنید به شماره 310-881-80-80. و اگه بخواید با خود جناب شجاعتی هم مستقیم در تماس باشید، تلفن آفیس ایشون هست 310-407-5300. البته با شماره اول هم میتونید با ما تماس بگیرید، بازم با ایشون در دست به صدا تماس خواهید بود، ولی هر دو شماره میتونید داشته باشید. و اگر هم بخواید با سرویس های ما و مجموعه تحقیقاتی که داریم آشنا بشید، میتونید به وبسایت ما برید. وبسایت هست profitcapitalgroup.com. مجموعه تحقیقاتی که در بخش‌های مختلف طلا، نقره، اورانیوم، انرژی، محصولات کشاورزی و همچنین کریپتوکارنسی اختصاص داده شده و میتونه سودهای چند هزار درصدی رو در یکی دو سال یا چند ماه یا بگم حتی میتونه یکی دو سال آینده داشته باشه، احتمالش کم نیست در این زمینه. با تشکر از شرکت همگی دوستان در این برنامه، همچنین دوستان دیگری که این برنامه رو از هر طریقی که میشنوند، تا ماه آگوست که بعد سمینار ما خواهد بود، حالا اعلام میکنم اینجا که در همین کلاب هاست که خواهد بود، روز و روز شب و بقولن روز و شب و روزگارم به همگی خوش و خرم باد. مرسی جناب شجاعتی. مرسی از شما، شبتون بخیر. شب هم. از تحلیل‌های سرنوشت‌ساز تا سودهای زندگی ساز و سودهای 100%ها تا هزاران درصدی در حساب‌های بازنشستگی، بازارهای مستغلات، طلا و نقره، کریپتوکارنسی و سودهای 7000% در بازار سهام، همگی با گروه سود و سرمایه و مجموعه‌های تحقیقاتی جدید ما با احتمال سودهای مشابه قبلی، با دکتر خشایار شجاعتی، رامین وکیلی و دیگر کارشناسان. 310-881-8080 profitcapitalgroup.com